حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که نامش بر زبان هر مسلمانی هست، از صداقتش، از احسانش، از ایثارش، از جهادش، از اخلاقش، بالاخره از خوبیهایش هر مسلمانی خبر داره و ورد زبان مسلمان هاست و بارها رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش دعا کرده که اهل بهشته. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواهند هجرت کنن، در میان این همه صحابه الله تعالی برای رفاقت و صحبت و خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق را انتخاب میکنه و شبانه وقتی به غار ثور میروند، غار ثور بر روی جبل ثور قرار داره، کوه بلندی هست، تقریبا 800 متر ارتفاع داره. شبانه به امراه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از کنار بیت الله می آیند، این مسافت را طی می کنند، بر بالای کوه می روند. در غار ثور وقتی که اونجا می رسند، به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند ای رسول الله، شما اینجا بیستید، من بروم درون غار را آماده کنم برای ورود شما. اون حضرت می آیه در درون غار وارد میشه، سوراخ ها را میبندند، پارچه ای که داره همه جا را اینجا نگاه میکنه تا ماری، کژدم و عقربی نباشه که اینجا موجب آزار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار بگیره. ابوبکر صدیق جلوتر در غار میره، اونجا مینشیند بگونه ای که پاهای خود را دراز میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم خسته هست از اینکه دشمن در تعقیب اون هست، حراسی نداره، چون اونجا اطمینان از جانب الله تعالی در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم موجوده که دشمنی نمیتوانه به رسول الله صلی الله علیه و سلم گزندی برساند. والله یعصمک من الناس، الله تعالی محمد صلی الله علیه و سلم شما را از گزند یهود و نصارا، از گزند دشمنان حفاظت می کند، دست دشمنی به شما نمی رسه. می رود در آغوش صدیق اکبر، سر خود را می زاره بر ران حضرت ابوبکر صدیق، بر زانوی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و آرام می خوابد. این زمانه که الله تعالی میخواهد ابوبکر را هم بیازماید و هم احسانی در حق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داشته باشه تا اون چیزی که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر عنایت میکند، به عینه امون طور عنایتی به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غار ثور داشته باشه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوابه، صدیق دریچه ها را بسته هست، سوراخ ها را بسته، پای خود را بر دهن یکی از سوراخ ها گذاشته هست، کژدمی یا ماری میآید، نیش میزند پای ابوبکر صدیق را، این زهر در بدنش میرود، درد داره. اینجا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه تکان میخورد، نه صدای خود را بلند میکند، بلکه وقتی درد بر وجودش فشار میاره، عشق از چشمانش سرازیر میشن و بر گونه های محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میریزن و پیامبر چشمان را باز میکنه، میفرماید ابوبکر چه خبره؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میفرماید ای رسول الله، نمیدانم ماری کژدمی مرا نیش زد. اون حضرت میفرماید چرا بیدارم نکردی؟ سبحان الله، رسول خدا بلند میشه، بزاق دهن خود را بر میداره، بر محل نیش اون مار یا کژدم میماله. ابوبکر صدیق به عنوان اینکه هیچ دردی بهش نرسیده هست،
از همه این دردها، رنجها در لحظه رها میابد. بزاق دهن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی میشود شفای پای صدیق اکبر، و یک روزی در میدان خیبر اونجایی که چشمان مبارک سیدنا علی رضی الله تعالی عنه درد میکنن و رسول خدا اون را میطلبه، فردا من پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول را دوست دارند و اون خدا و رسول را دوست داره. و صحابه یکی پس از دیگری از جلوی چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عبور میکنن که شاید رسول الله به اونها بگه فردا پرچم را به دست شما میدم. اما وقتی فردا میشود اون حضرت میفرماید علی را صدا کنید بیاید. میگویند ای رسول الله چشمان حضرت علی مریضند، درد داره. میگه علی را صدا کنید بیاید. وقتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه حاضر میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم از بزاق مبارک دهن خودش بر میداره، بر چشمان پاک و مطهر و مبارک سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قرار میده و میماله و حضرت علی احساس دردی نداره. چشمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در آن واحد شفا میابند. اون بزاقی که چشمان علی را شفا میدهد، درد ابوبکر صدیق را هم شفا میدهد. اگر علی محبوب نبی هست، ابوبکر هم محبوب نبیه. اگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه در میدان خیبر جان نثاری میکنه، ابوبکر صدیق هم در غار سار جان نثاری میکنه.